بسم الله الامن الاقدس الباب الثالث من الواحد الثانی فی بیان ما فی البیان بان فیه کل شیء. مرخص این باب آن که از جانب خداوند بر کل ناس دو حجت است، آیات الله و نفسی که این آیات بر او نازل شده و اول حجت باقی ظاهره لا یوم القیامت و ثانی حجت ظاهره است تا وقت ظهور و حین بطون حجت است بر کل شی. من هی من حیث لا یعلم احد و از برای او از حین غروب شهدایی هست که ادلا هستند بر حجت باقیه که بیان باشد که ایشان به قول او که الان نازل می کند حجت می شوند تا یوم ظهور او. ویلون از برای ایشان اگر در وقت ظهور محتجب شوند از کسی که ایشان را حجت کرده، به مثل آنکه علمای امروز به قول یکی از ائمه علیهم السلام که فرموده انظروا الی من روا حدیثنا، خود را از قبل امام حکم می دانند و اسمایی که لایق نیست ایشان را به خود نسبت می دهند و اگر صادق می بودند در قول از کسی که به قول او اثبات ولایت و نبوت می شود محتجب نمی ماندند، بلکه چون ملاحظه کردند ظهور حق منافی با مقام ایشان هست به نسبتی که خود را منتسب نموده و حکم نمودند فتوا هم علالله داده و حکم آن که حالان که در قرآن خداوند نازل نفرموده شیئی اشد امن ذکر به آیات الله فعرز انها فشبهی نیست که آیات الله آیات مشرقی از این شجره است، زیرا که ذات ازل لم یزل ولا یزال بر حالت واحده بوده و آیات شن ابداع است که مشیت اولیه باشد که در او دیده نمی شود الا الله وحده او. اگرچه امروز نظر در آیات خداوند نمی کنند ولی انقریب همین آیات را به علا علو ذکر نموده و بیانهای هزار مثقال ذهبی تمام نموده و به آن افتخار کرده و خود را منسوب الله دانسته، چنانچه همین قرآن که در 23 سال نازل شده کسی به هم نرسید که اصل او را بنویسد تا آنکه حضرت امیر المؤمنین صلوات الله علیه بر شانه گوسفند و الواح ممکنه دیگر ثبت فرمود و چنانچه در حدیث رداء مذکور است و امروز دیده می شود که به مالا عدن له قرآن نوشته شده از بهای الف الف گرفته تا به هزار دینار ختم می شود، چنانچه چاپیان به این بها در ازاده اکثر خلق هست. این از حد خلق عند الله و شبهه ای نیست که خداوند تفصیل کل شیء را به علا علو و تفصیل در حجت باقیه نازل فرموده و هر کس بگوید که شیئی هست که حکمان به ما هو فیها و علیه در بیان نباشد ایمان به او نیاورده به یقین قطع، زیرا که کل شیء خارج از دو باب نیست، یا در باب نفی مذکور است یا در باب اثبات. قسمتی از باب دوم از باب سوم ببخشید از واحد دوم کتاب مقدس بیان صفحه 22 و 23 بود. ثوابش برسه به روح همه مؤمنان در گذشته و برای سلامتی مؤمنانی که در قید حیات هستند و تشکر.